ساخت و سازهای خودسر و بدون پلان شهری در سطح شهر چقدر روی نمای هرات تأثیر گذاشته است؟ شهروالی بده اگه طبق از اون نباشه طبعا که یک بی‌نظمی در شهر ایجاد میشه. متاسفانه بلند منزلات نمای شهر خراب کرده و زیبایی شهر را از بین برده. باید اداره زیرب توضیح بده مردم و بفهمونه که در این قسمت ها شما بلند منزل ساخته نمیتونه. در این موارد چی میکنه؟ مواظبت میکنه و کسایی که ساختمان های خودسر میسازه مطابق اصول و مقررات همراه اونها برخورد قانونی صورت میگیره. برام خدا درود و سلام بر شما، خوش آمدید به یک دیگر از برنامه‌های نبض شهر. دیده می‌شود که موزل ساخت و سازهای خودسر در هرات همچنان ادامه دارد و برخی ها دست به ساخت و سازهای بدون پلان شهری می‌زنند. ظاهراً این ساخت و سازهای خودسر سبب نگرانی شهروندان و به خصوص فرهنگیان در هرات شده است. در این هفته می‌پردازیم به اینکه ساخت و سازهای خودسر چقدر به نمای شهر ضربه وارد می‌کند و چی برخوردهای با افرادی که دست به چنین اقدامی می‌زنند می‌شود. به همین ترتیب برخی ها دیده می‌شود که حتی در نزدیکی آبادات تاریخی نیز دست به ساخت و سازهای خودسر می‌زنند که تداوم این روند به گفته فرهنگیان باعث می‌شود تا نمای آبادات تاریخی از بین برود. برنامه را با این محتوا آغاز می‌کنیم، ما را همراهی کنید. روزگار یاد میمیه، مثلا از سرکای عمومی وقتی عبور میکردیم اماکن تاریخی راحت میتونستیم ببینیم، مثلا مسجد جامع بزرگ هرات یا زیارت شاهزاده گنبداز، این از دور خیلی نمایان بوده. شهر کنه چارسو مثلا آدم راحت میتونست ببینه. ساخت و سازهای جدید که شده کمتر اون را آدم به چشم. من موقعیت خانه خود ما مثلا پای مناره یاد میمیه که من وقتی پیاده از سمت شهر نو یا دروازه ملک میرفتم به راحتی میتونستم موی 4-5 تا مناره هرات ما ببینم، ولی حال متاسفانه بابت ساخت و سازهای بدون برنامه که شده یا هر کس خودسرانه ساخت و ساز کرده متوجه میشیم که اصلا چشمگیر نیست برای آدم، یعنی موانعی از این شده که ما درست بتونیم شهر خود ببینیم. و بخاطر همین وقتی توریست اینا بیاین در ولایت ما بیاین به خصوص، یعنی کمتر به سادگی میتونن اونا رو ببینن. متاسفانه در ماحول منارها درست نزدیک میاد، ولی دورتر بلند منزل های ساختن که امو منارهای هرات تقریبا نصفی پوشانده شده و دیده نمیشه، و همچنین قلعه اختیار دین و ارک یکی از آبدهای تاریخی مهم هرات که متاسفانه بعض خانه ها نمیفهمم دیگه او چی رقم بوده. شهروالی آیا اجازه داده یا خودسرانه بلند منزل ساختن دو طبق سه طبق که قانون اجازه نمیده در ماحول یک آبده تاریخی چنین بلند منزل های ساخته شده. چه بلند منزل ساخته شده یک نوع نوآوری در افغانستان، اما باید در زیر ساخت ها توجه شده، بخاطر که هر ساختمان که ساخته میشه باید معیارهای انجینریش به سنجیده شود که چگونه ساختمان ساخته میشه، به خاطر که هر بلند منزل که ساخته میشه بالایش چندین وزن بیشتر بالای از اضافه میشه. به خاطر همین نیاز است که شهرسازی در قسمت اعمار ساختمان ها توجه داشته باشند، به خاطر اگر یک ذره اگر مثل ساختمان های سفید قدوس اگر یک ذره زاویش خراب باشه یک ممکنه زود چپه شد اصلا ساخته نشد تکمیل نشود. خاطر همین نیاز است که هر ساختمانی که ساخته میشه طبق معیارات بین‌المللی و ساختمانی ساخته شد، چون که از مشکلات از ممکنه چپه شدن از جلوگیری کنه و از سوی هم باید هر ساختمانی که ساخته میشه بازسازی میشه باید طبق پلان و همون نقشه های معیاری درست بشه. اگر طبق پلان و پروگرام چیزی که مثلا نقشه ای که خود شهروالی میده، پروگرامی که شهروالی میده اگر طبق از اون نباشه طبعا که یک بی‌نظمی در شهر ایجاد میشه و حتی امکان بعض ساختمان های بلند منزلی که ساخته بشه اگر بدون نقشه و بدون کدام برنامه ریزی پیش بره امکان خطر داره ساختمان بلند منزل.
خیلی خدای خودش میفهمیم که ایراد شهر علم و فرهنگ زیبایی خود داره. ما مسئولین میخوایم که کارو بکنم که جلوی بلامنزلی ها ساختای غیر قانونی رو بگیرم که زیبایی شهرمو به هم نخوره. دولت بعد یک تصمیم 100% بالا از این ساختمان ها بگیره، چون میراث های فرهنگی که هسته آثار تاریخی ماش هست در کشورها باید مار به اساس می آثار فرهنگی ماشون میشناسم، به آثار تاریخی ماشون میشناسم. بعد جلو از این ساختمان ها گرفته شد، چون گردشگرها از کشورهای خارجی می همینجا نگاه میکنم و وقتی ببینم که ساختمان ساخته شده و یک چیز نظم قانونی به هم خورده شده و بالاخره این از بین میره. یا آثار تاریخی ما شما به مرور زمان ساختمان ها جلو اینا بگیره از بین میره و اینا گم میشه. متاسفانه در هرات ساختمان های بلند منزله وجود داره که بدون ماستر پلان شهری ساخته شده و این یک چالش و یک مشکله که در آینده هرات با این هم سابقه کهن و دارای آبدات تاریخی زیاد از بین میبره و بیشتر کشورها، شما اگه مثلا به کشور ایران رفته باشیم، کاشان مثلا یک آبده تاریخی داره، به خاطر که او قدامت داره باز خود اینا خونه درست میکنن که آبدات تاریخی از اونها زیاد بشه و خیلی عادی مثل خونه‌های قدیمی اونا رو میسازن. ما هم باید سعی کنیم برای حفظ آبدات تاریخی خوب، برای جذب گردشگری این بلند منزل ها نسازیم در شهر خود، تا ای که بتوانیم همو طبیعی بودن آثار باستانی و میراث فرهنگی هزار ساله افغانستان نگه داریم. در برنامه هم مشاهده کردید، ساخت و سازهای خودسر و بدون پلان شهری در سطح شهر هرات سبب نگرانی شهروندان شده و آنان از مسئولان امارت اسلامی خواهان جلوگیری از ساخت و سازهای خودسر و بدون پلان در شهر و بخصوص در ساحات باستانی شهر هرات هستند. با باور بسیاری ها این ساخت و سازها سبب شده تا هرات نمای زیبایی و تاریخی خود را از دست داد، که با این وجود احتمال دارد هرات از ثبت در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان باز بماند. طبق هر باید شهرسازی هر ساختمان در هر جایی که اعمار میشه معیاری بسنجه، به خاطر که یک قسمت از شهر هرات سنتی است باید او قسمت نظر ساخته شه، اما در قسمت های دیگر که به زیبایی شهر می افزایه استفاده شه، چون که بلند منزل ها یکی از زیبایی و یکی از پیشرفته ترین پیشرفت کشور نشان میده که چگونه ساختمان های بلند منزل بالای 30 طبق 40 طبق اینا ساخته شه، هم او زیبایی داره هم شهر قدیم هرات زیبایی داره، هر دو تا قسمت باشن و هم دیگر خب زیبایی تنها به این نیست که ساختمان بلند و مجلل باشه، میتونه بعضی چیزهای کنه ما داشته باشیم که زیبا باشه. مثلا شما ببینیم وقتی کتابای دستنویس ما بخوایم تهیه بکنیم از سالهای قبل، یعنی با وجودی که کنه هسته ولی ارزشمندی به مراتب از کتابایی که به دستگاه امروز چاپ میشه ارزشمندتره. پس همون طورم ساختمان‌های جدید نمیتونه به قشنگی و زیبایی اینا به قدری باشه که اونا رو ما نادیده بگیریم، یعنی آبادات تاریخی خوده. پس یک توجه در این قسمت اگه دولت بکنه در ساخت و ساز اینها خیلی خوب میشه، تا که بشه این شهر باستانی که میگم و آثار باستانی از اونم واقعا به چشم ببینیم ما و یا کسانی که دیگه در ولایت ما میه. خیلی زیاد گرفته میشه، نید وقتی که یک آثار تاریخی نیست باشه گردشگر نداره اینجا ما شما که بیازید نگاه کنه و کشور ما شما رو به مرور زمان آثار تاریخی فرهنگ و هم تمدن از بین میره. خواست ما تصمیم جدی بعد در این بریزو بگیره که هیچ کس نباید ساختمان یا چیز نویساز تیار کنه و بعد به میار شهری به شهرولی مراجعه کنه بعد از ساختمان خود شروع کنه.
والله خیلی، من خود مشاهدم خیلی جا بلندمنزل های خیلی زیادی ساختم، خیلی جا خوبیه، موقعیت ها خوبیه، بلندمنزل های غیر قانونی ساختم. ما از اینا میخواییم که کارها رو، از مسئولین میخواییم که جلوی از کارها رو بگیرم، که جلوی از کارها گرفته بشه، که شهر علم و فرهنگ شهر دیرات که زیبایی های خود داشته باشه شهر ما. متاسفانه این بلندمنزل‌ها نمای شهر را خراب کرده و زیبایی شهر را از بین برده، به خاطر از اینکه ما شهر ما همچنان زیبا باشه و طبیعی باشه، نیازه که حکومت امارات اسلامی از چنین بلندمنزل‌های در شهر را جلوگیری کنه. خواست ما از دولت ای است که در قسمت اعمار ساختمان‌ها و نگهداری از ساختمان‌های قدیم و باستانی هرات توجه کنند، چون هر دو تایشان لازم و ملزم یک شهر پیشرفته و مدرن است، به خاطر که از شهر قدیم باستان شناسان و دیگران مفید می‌برند، اما از شهرهای جدید مردم دیگر استفاده می‌کنند. ساختمان های خودسر و غیر معیاری از اون جایی که مسئولیت اداره امنیت حفظ ترین موادات تاریخی ریاست اطلاعات فرهنگ باشد، ساحات زونینگ است که عبارت از سایه کورزون است، از ابتدای درب قندهار تا درب ملک و قسمتی از جاده خیابان هرات شامل میشه تا مصلی هرات و قسمتی از امام فخر رضی رحمت الله علیه، و از سمت شرقی هم تا موقعیت جاده بیزاد و قسمتی از جاده بانک خون فعلی. در قسمت بافرزون حریم ساحات کورزون میشه، بافرزون که ارتفاعات از باز تا 10 متر اجازه داده میشه، و بعد از بافرزون ارتفاعات اسکایلاین 1 و اسکایلاین 2 که از 15 متر به بالا. متاسفانه ساخت سازها در سابق و فعلا متاسفانه جریان داره و اساس تخلفات و تخطی هایی که از طریق شهروندان انجام میشه در قسمت ساخت سازا، خصوصا در قسمت ساخت مارکت ها که می فعلا عملا دو مارکت در حال ساخت است در موقعیت جاده مهری ایروی، اینا خلاف معیارات زونینگ است. امیدواریم که از طریق اداره محترم شهرولی و اساس تعهدی که در سال 84 با جهت هرات که تفاهم‌نامه‌ای که قرار بود هرات جزء لیست میراث‌های جهانی بشه عقد شده، که در اون عقدنامه اداره محترم شهرولی هرات، ریاست محترم شهرسازی هرات، ریاست محترم اطلاعات فرهنگ خود ملزم دانستن برای تطبیق معیارات، که این معیارات متاسفانه قبلا نقض میشد و هر از گاهی باز به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی میشد و کماکان تحت مدیریت و کنترل قرار داشت، و برای فعلا متاسفانه در بس موارد برای ازی که تحت کنترل قرار نداره از طریق اداره محترم شهرولی برای از اونها جواز ساخت داده میشه، که یک نگرانی برای اداره اطلاعات فرهنگ در حال و آینده نه تنها برکه برای کل فرهنگیان هرات افغانستان است، که خدای نخواسته هرات از لیست ثبت میراث‌های جهانی باز نبرد. اگر جلوگیری نشه، معیاراتی که سازمان بین‌المللی یونسکو داره در قسمت شهرهای باستانی که از جمله هرات خوشبختانه یکی از شهرها هست، هرات خوب طبقات شهر قدیم هرات از لیست باز میمونه و صنعت گردشگری در این شهر رو به زوال میره، شاید دیگه کس علاقه من نباشه که در جهت بازدید از شهر هرات بیایه، و ساعت باستانی ما رو تحت شعاع قرار میده، مثلا سایه دید منارهای مصلی هرات که 600 خورده سال قدامت داره و از بین میبره، سایه دید مسجد جامع بزرگ از بین میبره، سایه دید قلعه اختیار الدین از بین میبره، و در بس هم وارد میتونه که در قسمت مجموعی کازرگاه هم بگیم که اون هم تحت تعدید ساختمان های خودسر و غیر معیاری که بدون نقشه ساخته میشه قرار داره.
اگر خواسته باشیم که قانون به طور شاید باید تطبیق بکنیم باید تخریب بشه، منتها با اساس شرایط فعلی و قانون شوربلی ها میگن زمانی که کسی سقف ریخت دیگه با اجازه تخریب از اون ندارن که گویا به اساس استدلالی که اونا دارن، در صورتی که در قانون جدید شوربلی آماده که در صورتی که شخص تخلف میکنه شوربلی اول برای از او کتبان در وقت ساخت از او بعد برای از او اختیاریه بده و جلوگیری بکنه، در صورت ادامه روند کار توسط مالک یا متخلف شوربلی صلاحیت ازیر داره که او را تخریب بکنه، منتها در شرایط فعلی فکر نکنه که قانون تطبیق بشه. ما باید همو گفتن مردم قدیم سوخت و ساز ساخت و امیدوارم که ساختمان هایی که ساخته شده گذشته ها سلوات از این به بعد اداره محترم شهرولی و شهروندان شریف هرات در قسمت حفاظت از این شهر بستانی و تاریخی همت بگمارند و جدیت بیشتر بخرید. حالا میپردازیم به این که ساختمان های شخصی که در نقاط مختلف هرات ساخته شده چقدر معیارهای لازم در آنها در نظر گرفته شده و تا چی اندازه بلند منزل ها در شهر بر اساس ماستر پلان ساخته می شود. به همین ترتیب اقدامات اداری شهروالی در قسمت جلوگیری از ساخت و سازهای بدون پلان و خودسر چی بوده و چی فعالیت های را در این قسمت انجام دادند؟ تا به حال خب ما به او صورت نمی بینیم که معیارات باستانی بودن هرات خیلی مراعات کنند. بسیار گفتم پیشترم که شاید 20% ای تبدیق شده باشه و مابقی از ای غیر معیاری ساخته شده و غیر استاندارد ساخته شده. اینا به ادارات زیرک برمیگرده که اینا برخورد بسیار جدی در این راستا داشته باشند که مردم هم بفهمند و درک بکنند که اداره در این قسمت سختگیرانه عمل کنه. همه برمیگرده به دولت ما برمیگرده. مردم خو اگر شما اجازه بدین بعضیا شاید استوات اندوسی گفتم داشته باشن اونا بیان همکاری بکنن و بعضیا میخوان که بلند منزل در رو قسمت داشته باشن. اون بلند منزل از خود جایگاهه، باید اداره زیرب توضیح بده مردم و بفهمونه که در این قسمت ها شما بلند منزل ساخته نمیتونید. در قسمت های شما بلند منزل ساختمان های رهایشی زیادتر میتونید داشته باشین و بحث تجاری بودن اون قسمت از شهرها هست. اما به مناطق باستانی اونا مردم ایده دارن که یک طرح زیبایی اینجا بسازن یا بلند منزل بسازن که در اونجگا اداره شهرولی نباید جواز بده. اداره اطلاعات و فرهنگ بسیار برخورد جدی در قسمت داشته باشه تا که بتانن اینا با همدیگر هماهنگی داشته باشن تا که پروژه ساخته نشه و صورت معیاری تر بره. تمام مواد و مصالحی که گفتم در قسمت های شهر باستانی ساخته میشه، اینا مواد و مصالح مدرن میارن در اونجا استفاده میکنن یا نمای یک ساختمان شیشه استفاده میکنن، شیشه سکوریت میارن اینا استفاده میکنن. اینا در شهر باستانی را صدمه میزنه. از قسمت جاده لیلامی شما بگیرین کمال تماما نما کمپوزیت یا شیشه استفاده شده. اینا باید اجازه ندن و اینا را بیان محدود بکنن و فشار بیارن ادارات زیربطی که در این عرصه مسئول هستن. معیاراتی که در یک شهر ساخت و ساز صورت میگیره، در قسمت اول معیارات یک ساخت و ساز این هست که شما زمین رو میخواین مثلا ساخت و ساز بکنیم، سطح زمین مگر هموار باشه و خاک زمین تست بشه، بعدن اینا مراجعه بشه به ادارات زیرفت تا که جواز ساخت از این ادارات زیرفت بگیرن که یعنی اداره شهرولی و یا اطلاعات فرهنگ آشنا بشه برای از اینا از رو پلان شهری که از زمان داوود خان پلان شده بوده اینا بیان نگاه بکنن که امید زمین از اینا آیا به سایه سبز هست یا به سایه فرهنگیه یا به سایه باستانیه یا به سایه رهایشی هسته، اینا اقدام بکنن به زود. و بعد از این باید حتما در قسمت پارکینگ که به یک ساختمان در نظر گرفته میشه اینا اقدام بکنن، در قسمت چای فاضلابه که در نظر گرفته میشه به نقشه ها اینا مراعات بکنن. مثلا ما اگر دائم داد از این میزنین که کمابی هست و یا به شهر ما بالاخره آب کم شده و ما بیایم در این قسمت هم کار بکنه ادارات زیربط، ادارات شهرولی و شهرسازی که بیاین در مناطقی که
اونجی ساخت سازای باستانی هست هم به شکست مواجه شده که اینا همه گیه می آب و فاضلاب و دیگه در جلو ساختمان ها استاده هست، کانال ها جدیدن کم ساخته شده در اینا استفاده بشه. در قسمت آثار باستانی حتما باید تبلیغ بشه که همون 7 متر تا 7.5 متر ساخت و سازا صورت بگیره. در قسمت 64 متره به قسمت شمال شهر هرات میتونه به ارتفاعات زیاد هم ساخت و ساز بکنن، مشکلی نداره. باید مردم متوجه بشن که دو قسمت از شهر بلند منزل ساخته میشه و که دو قسمت از شهر ما باید مراعات بکنه و بس فرنگی بودنه که مو 7.5 متر حتما در نظر بگیرن برای ساخت و سازای آثاری باستانی هرات. در رابطه با ساخت ساز ساختمان های خود سر باید بگویم که بخش ساختمان های خود سر ما میگرده و قبلا این مشکل ما داشتیم، چون مشکل بوده و بعض اشخاص سر به خود کار میکردم و لله الحمد امروز پلان بهسازی ما تقریبا در 12 ناحیه پلان بهسازی ما رسیده و این موضوع به مرکز چی شده بود، این پلان رفته بود، از اونجا این پلان منظور شده، یعنی پلان بهسازی چی شهری دیگه. در این رابطه قبل ما نقشه نداشتیم بخاطر که پلان بهسازی منظور نشده بود و از وقتی که پلان بهسازی منظور شده بخش ساختمان های خودسر ما میگرده و از در این موارد چی میکنه مواظبت میکنه و کسایی که ساختمان های خودسر میزازه مطابق اصول و مقررات همراه اونها برخورد قانونی صورت میگیره. و یک چیز را که باید ما بگویم که بعد از این انشاءالله این موضوع خود ساختمان های خودسر کم خواهد شد، چون ما برایشان نقشه می تا مطابق پلان هم و بهسازی باید کار خود بکنم. ما یک کمیته مشترک داریم که دو کمیته عضویت ریاست شهرسازی، ریاست اطلاعات و فرهنگ و همچنان گفته میتونم که در از بخش مثال از مردم ما اگر ما اشاره کنم استاد بهره در این کمیسیون است و همچنان محیط زیست چندین اداره است که در این رابطه ما کار میکنم. اما ساختمان هایی که قبلا مثال ساخته شده بود یا در یک تحول در چند وقتی که مثال مشکل بود و اوج رسیدگی نشده بود و ساخته شده بود، ولی ما اجازه نمیتونم که نمای شهر قدیم ما متاثر شود و او از بین بره. در این رابطه کمیته مشترک همه ادارات زیرفتی که ما یادآوری کردم در این مورد رسیدگی میکنه و ما بعد از این انشاءالله در این مورد برای کسی اجازه نمیدهیم. موزل ساخت و سازهای خودسر در شهر هرات تازگی ندارد، اما آنچه مایه نگرانی بیشتر شهروندان در این اواخر شده افزایش روزافزون این ساخت و سازها بوده که بدون نقشه و پلان تأسیس شده و آثار باستانی را تحت شعاع قرار داده است. امیدواری ها بر این است که ادارات زیربط با اجرای برنامه های خود در این قسمت از این موزل جلوگیری کنند. عزیزان بیننده، این بود برنامه این هفته که تقدیم حضورتان گردید. تا هفته دیگر که من حکمت الله تایی در خدمت شما قرار میگیرم، شما را بلای بی‌نیاز می‌سپارم.